سلام خودیفم، چطوری؟ یه ویدیوی خفن داریم، ویدیو مورد علاقه من و ویدیو مورد علاقه شما. بله درست حد زدید، البته نیازی به حد زدن نبود، حتما تایتل رو خوندید و تامنیل رو دیدید و میدونید که موضوع چیه، ولی مهم اینه که باز دوباره یه سری از گجت های باحال و خفنی که خریده بودم از چاینا از راه دور رسیده و قراره تو ویدیو امروز با هم دیگه تستشون بکنیم. خیلی ذوق دارم واسه شون، هم طبق معمول همین گجت ها که خیلی ذوق دارم و دوست دارم، اینا هم خیلی دوست دارم. اگه دوست دارید بازم گجت بخرم حتما ویدیو لایک کنید. چقدر گفتم دوست دارم، دوست دارید، دوست من دارم، دوست داره با دوست تو دوست بشه و اینجور حرفا. حالا تو کریم ازش امتحان کنیم. اگه گفتی چی پشتم میتونی پس بزنیم؟ هیچ راه نمایی هم نمی کنم. اگه گفتی چی پشتم خیلی اصلا بامزم، میدونم خودم. اینه، حالا این چیه؟ این چیه؟ سوردین گندشو در آوردی. این یک بچه جارو برقی رباتیک خوشگل ناناس بامزه گوگلیه که انگار چشمم داره با توجه به عکسی که روشه و قراره که خیلی به درد زندگیمون بخوره و خیلی کاربردی باشه. مخصوصا میدونی کجا؟ روی اسمش چیه؟ کیبورد. اینا درش میاریم ببینیم که چی توشه، چی توشه. خب این که تو پلاستیک خودشه، اشونه، اینم زیرشه. احساس کنم خیلی کیوته. این چیه؟ اینم شارژ مارجرشه. یه چیزی هم تو داره، نمیدونم چیه. آو آو، این وصل میشه به این بجوری لالوارم میکشه برام. اینم که فرچشه، تمیزش بکنیم، نانازش بکنیم. حالا میخوایم روشنش کنیم ببینیم که چی میگه. اوه، یعنی داره جواب میکنه، یعنی از کجا بفهمیم؟ از اینجا. نه حالا خاموشش کنیم. مثلا ما اومدیم بادون زمینی خوردیم و پوستاش خوب به پوستاش نمیاد تو دستم و مثلا پوستاش ریخته اینجا. ای وای، حالا چی کار کنم؟ حالا من که نمیتونم میزو با دستم تمیز کنم، بدبخت شدم، چی کار کنم؟ و تو اون لحظه بچه جاروبرقی میاد به کمک شماها. بله احساس کنم خیلی خوبه. روشن میکنیم و همه رو به صورت معجزه آسای جمع میکنه. برای خیلی پودرا هم که جمع نمیکنه. جمع کنی داداش، داداش جمع کن، جمع با از دست. یا خیلی کیوت ها، خوش آمد ازش. زدم جشم میکشه، خیلی قدرت کششش کمه، ولی به هر حال مهم اینه که آشغالا رو جمع میکنه تا حدود دیگه. حالا آشغالای خیلی ریز پتری رو جمع نمیکنه، ولی با مزه است. مثلا آخه شما چشایی رو ببینید، خیلی خوشگله دیگه. تو خود زمانه داری من میخوام بذارم جی گوشه رو میز باشه، مثلا غذا میخوام آشغال بده سرچ جاروش کنیم. اولیش که نظرم خیلی کیوت و بامزه و کاربردی بودش. اینو هر کی بتونه حدس بزنه کامنتشو پین میکنم. آقا میتونید حدس بزنید، حدس بزنید تو کامنت ها، من میخونم و اگه کسی درست حدس داشته کامنتش پین میشه. حدساتون رو بزنید تا نگفتم بدوید. خوب باشید. علی سرای بازی در نیاری تا گفتم کامنت بذارید. حواسم به این نبود، آه فکر کردم الان لایوی. ولی دیگه آنس باشید دیگه، بعد اینکه گفتم ننویسید، تابلو میشه، من میفهمم. ایشون یک چیز خیلی کاربردی مسخره ایه. اینو میذاری توی توالت، یعنی توی توالت ها، یعنی توی خود اونجایی که میشینی دیش پی میکنی تو همون. بعد این مثلا توی تاریک مطلق، آنه اینجاشو اینجوری که باید بکنم، خب اینجا تاریک، آها دوتفشو سوزن. این تو تاریک مطلق روشن میشه و داخل کاسه توالت رو مثلا روشن میکنه. مثلا اینو بردم اینو توی نور خاموش میشه و مثلا یه شبا که سوسکی میخوای بری دیشو پی بکنی، مامان و بابای آدم نمیفهمه که ما بیداریم. حالا الان خب من تو دستشوی تو تاریک مطلق براتون رس کنم. خوش آمدید به دستشوی. باز ما آمدیم تو دستشوی، همه شیم توی دستشوی. تو اون دستشوی البته بیشتر رفتیم، اینجا هم باید همون قبل بیاریم. اینو من گذاشتم اینجا، حالا اینجا نباید باشه، حالا بذارید اون کنار، ولی اونجا چون سایه میشد این روشن میشد. خب گفتم اینجا باشه که الان خاموشه. حالا چراغ های اوب خاموش میشه و این روشن میشه. مثلا میخوای پی آی خوش فرمت اصلا بگید، مثلا رنگش هم عوض میشه. مثلا میخوای بگید مثلا چه شکلی پی کردی تو تاریکی توی نوره، مثلا زرد چه شکلی میشه؟ مثلا
مثلا میمید دیگه تو نور سبز چشمی نمیشه همینجور رنگش هم مثل این که عوض میشه. این بکاخه چیز چرت مسخره یه به نظر من این یکی رو اصلا نخرید اگه رایتون بهش خود جایی دیدید. که چی حالا؟ چی حالا؟ باید کنونوری باشه یه بیل بیلک هایی توش داره که این باید بره نمیدونم کجا سعی هم میکنم دیگه. خب این چیه؟ این خیلی ترند شده تو تیک تاک و من دیدم خیلی خوشم میامد ازش. توش صابون میریزی و اینجوری که فشار میدی و سر رو دستت یه گل میشه با حالت فومی. حالا من برم یه بچه آب صابونی درست کنم بریزم این تو و ببینم که گل میشه یا نه. آقا من گوگل کردم که از این فوم مایه فومی تور چجوری درست کنم. نوشته بود که 3/4 ظرف آب بریزید با یه کم صابون مایه بعد خوب شد. خب همش بزنید ولی پرتش نکنید. خب همش بزنید بعد دیگه اون اینجوری فومی میشه. الان می‌خوایم تست کنیم. نشد. دروغ گفتن به من. دروغ داره از همه چیش بزنی بیرون. خرابه این. چرا دارن داره از اینجا میزنی؟ این اصلا این وصل نمیشه. با چرا با احساساته بچه که دوست داشته از این گلا همه جاش بزنه بازی میکنن؟ این چیه؟ این چی ساختید؟ خرابه. نمیخوام. خود گیرن خور به آمال و آرزوهای من الان واقعا. گیجت بعدی. ولا خوراکه؟ قهوه خورا، چای خورا، نوشیدنی های داغ خوراست. فکر کن مثلا نشستی یه جا زمستون سرد و اینا داری کار میکنی با لپتاپت بعد یه دیوان قهوه رو بردی میخوای سرد نشه این نمه نمه بخوری اینو میاری میزنی اینجا میزنی یه لپتاپت بعد چه اتفاقی میفته؟ این قراره که کم کم گرم بشه و لیوان تو رو گرم و مناسب و متعادل نگه دارد. حالا این گرم شه یا نه؟ گرم میشه؟ احساس کنم یه نمه داره از اینجاها گرم میشه. نمیدونم. آره داره گرم میشه چه باحال. خیلی چیز خوبیه ها. خوراک خودمه. موقعی که نشستم مثلا پای لپتاپ و کامپیوتر اینا اینو میارم واسه میگم قهوه من نمه نمه میخورم. جدا گرم شد. چقدر باحاله. بعد سیلیکونی هم هست دیگه. یعنی یه ذره اینجوری گرما رو زیادی پخش و پلا نمیکنه که بسوزه مثلا جایی دست تو اینا. خیلی چیز باحالیه. خیلی از این خوشم اومد. اگه کسی قهوه خوره مثلا من اینو بگیره که خیلی تو زمستون حال میدم. تو من باید اینو آرشیوش کنم تو زمستون. ولی اشکال نداره. خیلی باحالیه. و آخرین چیز یعنی گجت خفنمون ایشونه. ایشونه شما تو اون ویدیوهایی که یکی از بچه های فن پیج برای باکس درست کرده دیدید. حالا من یک گل در داخلش کاشتم و روشنش کردم. اینو بخواهم همگه تست کنیم مثل خیلی باحالی که داریم. این چیه؟ اینه که دست بزنی به گل آهنگ بزنی بایش دست بزنی آهنگ میزنی. من مثل جالبی که داره تست نکردم مثل این که وای فای داره. نمیدونم وای فای نه زدم غلط کردم نمیدونم وای فای نه من زدم بلوتوثه. خب تست کنم تو هم اگه بلوتوث داره وشن بشه مثلا آهنگه های درخواستیمون رو هم پخش بکنه. نداره؟ داره؟ نمیدونم. احساس کنم بلوتوث هم باید داشته باشم. من یه سرچ میزنم ببینم چی میشه. چیزی پیدا میکنیم یا نه. ولی خیلی باحاله. خیلی باحاله. نه. اسکی بلوتوث داره چیز پیدا نکردم. کنسله. فقط یه دکمه داره. غلط کردم. صداش کم و زیاد میشه و اینجور داستانا. حالا نمیدونم مثلا موقعی که ناراحت آب ندارم صداش در میاد یا نه. اگه صداش در اومد براتون استوری میگم تو اینستاگرام میذارم. ولی از اول خیلی چیز باحالیه و واقعا دستش درد نکنه که اینو خریده که این گل قشنگمون یک گلدون قشنگ هم داشته باشه. خب بچه ها این هم از
گجت های خفنمون، همونجوری که اول ویدیو هم بهتون گفتم اگه دوست دارید باز گجت از راه دور بخرم که بیاد برسه به ترکیه، حتما ویدیو رو لایک کنید، لایک ها رو بترکانید. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.